سلام و تقدیم ارادت حضور شما بینندگان ارجمند و تشکر بیشتر از تحمل شما به بخش دیگر از برنامه در ارتباط با تشریح آیات و قرآن میپردازیم. موضوع این آیه مطابق فرمان آیه شماره 130 و موضوع این آیه نقش دین در تعلیم و در اطاعت هست. در این آیه، آیه شماره 130 به این ترتیب آغاز می شود که بسم الله الرحمن الرحیم: و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من صفح نفسه و لقد است تفتیناه فی الدنیا و انه فی الاخرت لمن الصالحین. و چه کسی ترک رغبت و ترک تابعیت رغبه می کند از آیین ابراهیم، آیینی که ابراهیم معرف آن است، و به این لحاظ آیین ابراهیم خوانده می شود، یعنی با این عنوان شناسایی می شود، نه آن که آیین مربوط و متعلق و مال ابراهیم باشد. در اینجا که گفته می شود که ملت ابراهیم، ملت یعنی دین، یعنی آیین، یعنی روش، که بعدن چون که بر اساس کسانی که هم روش بودند و هم آیین بودند و در واقع هم فرهنگ و هم ارزش بودند، این هماهنگی ارزش و هماهنگی باور و هماهنگی مشارکت در باور معنویات و یا به عبارت دیگه دین مشترک معمولاً باعث ایجاد یک واحد سیاسی می شده، در زمانهای اخیر به این تشکیلاتی که بر اساس اتحاد عقیده و اتحاد دین به وجود می آمده و در واقع از این اتحاد فرهنگی اتحاد سیاسی ساخته می شده و نوعی جغرافیا در ایدئولوژی ترکیب می شده، به این علت نام کشور یا سرزمین رو هم که از این افراد هم عقیده پر می شه کشور یا ملت می نامند. ولی ملت یک واژه جدیده در قرآن. ملت به معنای ملی بودن و به معنای اینکه افراد در یک واحد سیاسی دارای هویت سیاسی و حاکمیت سیاسی باشند، ملت اون معنا رو نمیده. به طور خلاصه ملت در زمان ما مفهوم یک هویت سیاسی که بر اساس جغرافیا پایه‌گذاری شده اون مفهوم رو میده، ولی در قرآن ملت فقط به یک نوع باور و به یک آیین اجتماعی اطلاق میشه که هم آیین، هم دین، و هم فرهنگ، و هم دارای قومیت، و هم یک تعدادی افراد هستند که در این عقاید اشتراک نظر دارند، به اون ملت میگوید. که به زبان خیلی ساده ملت یعنی دین. میگوید که چه کسی و چه کسی و آیا چه کسی ترک رغبت و ترک تابعیت میکند، رغبه میکند از آیین ابراهیم، از دین ابراهیم. این دین ابراهیم، دین ابراهیم نیست، یعنی ابراهیم یک دین داشته باشه برای خودش. پیامبر دین نداره برای خودش، هیچ پیامبری دین نداره، و ما به اشتباه میگوییم که مثلا دین موسی. البته این اشتباهات مصطلحی که ما باید اصلاح بکنیم، ولی خب به هر حال دیگه لغلغه زمان شده و همه ما تکرار میکنیم.
موسی دینش کجا بود یا عیسی دینش کجا بود. دین مالی کسی نیست، دین یک روش زندگی است، آیین زندگی است که از طرف خدا، دین توحیدی که خدا پرستی باشه و همه تعالیم دین رو در سایه خدا پرستی و توحید انجام میدن، یک سری قوانین و ضوابط و روش زندگی است و یک سری پیشنهاداتی است که اندیشه و تفکر آدم رو تقویت میکنه. کسانی که هم عقیده هستند به اینها، به کسانی که آیین مشترک دارن، ملت گفته میشود، که در واقع اشاره به گروه میکند. و چه کسی ترک رغبت و ترک تابعیت میکند؟ از ملت ابراهیم، آیینی که ابراهیم معرف اون است. و به این لحاظ چون ابراهیم اون آیین رو معرفی کرده، معروف به آیین ابراهیمی است، ولی آیین الهی است، دین الهی است، دین توحیدی است. اون چی که اون آورده است، ابراهیم از خودش دین نداشته، دین ابراهیم دین خداست و به این عنوان شناخته میشه. فقط این رو باید ملاحظه کرد و در نظر داشت که وقتی میگویم دین ابراهیم، نسبت به اموال ابراهیم ما اشاره نمی کنیم، بلکه در واقع این پسوند هویتی است که نشان داده بشود که این دین توحیدی است و در زمان او آمده و به وسیله او آمده. و چه کسی از دین ابراهیم روی برمیگرداند؟ الا یا مگر یا بجز مردم بیخرد، جز کسانی که یا جز کسانی که نفسهای ایشان دچار سفاهت و فقدان شعور شده باشد. و ما ابراهیم را برگزیدیم، مصطفی ساختیم، به رسالت برگزیدیم و او رو به رسالت گماشتیم در دنیا. و انهو و البته او هم در آخرت از جمله صالحان خواهد بود. در این آیه در مورد ارتداد سخن گفته می شود و گفته می شود که اگر کسی دارای عقل و شعور باشد، از آیین و ملت ابراهیم یا از دینی که جنبه قومی پیدا کرده، جنبه فرهنگی پیدا کرده، دیگه از انفراد خارج شده، یک هویت پیدا کرده، تشکیل یک هسته مرکزی داده، ملت شده، کسی که از آیین ابراهیم، از دین ابراهیم روی می‌گرداند و مرتد می‌شود، این فاقد شعور و فاقد در واقع عقل منطقی است. این منطق و استدلال خودش رو از دست داده یا فهمش رو نسبت به مسائل از دست داده، فاقد شعور شده. و این نوعاً وقتی که میپرسد که چه کسی ترک میکند و هر کسی که در واقع ترک میکند ملت ابراهیم رو، یا کسی ترک نمی کند ملت ابراهیم رو، الا من صفح نفس او، مگر کسی که نفس او فاقد شعور شده باشد. و خود او یعنی در واقع اون شخص به فقدان شعور مبتلا شده باشد. بازگشت و ترک تابعیت دین مفهوم ارتداد داره. اصلا ارتداد یعنی همین که انسان از یک دینی که تابع اون دین باشد بازگشت کند و برگردد به جای این که قبل از ورود به دین به اون اعتقاد داشته. و میگوید اگر کسی چنین کرد، قطعا نفس او
یعنی در واقع وجود او و قضاوت و عقل او و حکمت او دچار نقصان و دچار سفاهت شده. زیرا ترک دین، منظور دین ابراهیم است، و ارتداد یعنی بازگشت و ترک این دین دلیل بر بی‌عقلی است، دلیل بر فقدان شعور است. ما در این آیه وقتی نگاه میکنیم به مفهوم ارتداد، مفهوم بازگشت و ترک کردن، میبینیم که میگوید کسانی که مرتد هستند، حالا ممکن است که آدم ارتداد از یک امر بدی باشد، ممکن است ارتداد از شرک باشد، انسان از شرک بازگردد. ارتداد رو در جای خودش باید معنی کرد. در اینجا ارتداد به معنی دور شدن و ترک کردن و تغییر دین دادن از دین و آیین و باور ابراهیمی است. و قرآن میگوید کسی که این کار رو میکند حتما فاقد شعور است. اما تنبیهی ما در اینجا نمیبینیم که حکم اعدامی باشد، دست بریدنی باشد، پا بریدنی باشد، گرفتن امتیاز باشد، زندانی کردن باشد، مطلقا در اینجا دیده نمیشود. به خصوص که کسی که دارای شعور نیست در اسلام قابل تنبیه هم نیست. یعنی شما نمیتوانید که دیوانه رو تنبیه بکنید. کسی که فاقد شعور است از نظر قرآن قابل تربیت و قابل تعلیم و قابل درمان باید باشد. به شکل درمانی باید به اون نگاه کرد، به شکل تربیتی به اون نگاه کرد. یک کسی که در اثر فقدان شعور مرتد میشه، آدم بی شعور و بی عقل یا سفیه یا دیوانه یا مجنون رو که مجازات نمی کنند. گوین که اگر هم شعور می داشت باز هم مجازات نمی شد، چون حق همه آدم ها حق ارتداده. یکی از بزرگترین حقوقی که در اسلام برای همه افراد قرآن قائل شده، نه فقط برای مسلمان محمدی، برای همه قائل شده، حق ارتداده. یعنی ما همه حق داریم که مرتد بشویم. از دیگر حقوقی که در قرآن به همه انسان‌ها داده شده و به شرط منطق انسان‌هایی که این حق به اونها داده شده عمدتاً اصلا مسلمان نیستن، اگه مسلمان بودن احتیاج به این حق نداشتن. اما ما می‌بینیم که در عمل چنین نمی کنن. از حقوقی که به ما داده شده، به همه انسان‌ها داده شده، یکی حق ارتداده. یعنی هر کس حق داره که از هر مرامی که داره مرتد بشه در حد عقیده. اجرا به مناسک یا به قواعد دینی اون مشمول یک قانون دیگری می شود، که مثلا من دینم گفته که اموال شما رو بدزدم، یا دین من گفته که کشور شما رو اشغال بکنم. دین من هر غلطی کرده باشه، در ارتباط با دیگران وقتی جنبه اجرایی پیدا میکنه باید از طریق قانون عبور بکنه. اما دین در حال عقیده که تو قلب کسی است، ایمان کسی است، اون یک امر فردی است و مربوط به خودش میشه. ارتداد یک امر فردی است. حق ارتداد در قرآن آمده. دومین حقی که در قرآن آمده حق الحاده. یعنی شخص میتواند که به آیین و به باور دیگران فحاشی کند، به همین سادگی که میبینید. حق دیگری که ما داریم حق دین ساختنه، حق بدعته. میتوانیم که بدعت کنیم در دین، همون چیزی که اعدام میکنند کسانی رو که بدعت میگذارند. هر کسی میتواند که در حکم عقیده شخصی دین اختراع کند، دین بسازد، بدعت کند. و هر کسی میتواند که شرک و بت‌پرستی رو به نام دین معرفی کند.
تنها حقی که به شما داده شده این است که شما حق دارید که وارد دین اونها نشوید. هیچ حق دیگری به مخالفین این چهار دین داده نشده که شما اجازه دارید که به مناسبت اینکه اونها عقیده به این کار دارن اونها رو سر ببرید، اعدام کنید، جزیه بگیرید، پول از اونها دریافت بکنید، محدودیت برای اونها ایجاد بکنید، نژاد برتر و غیر برتر درست بکنید، فضیلتی به دیگران بدهید، به اهل توحید بر اهل غیر توحید فضیلت داشته باشند. مطلقا در قرآن چنین چیزهایی نیامده و هر چه گفتن دروغ محض است. آیه شماره 109، شماره 109، معذرت میخوام، سوره شماره 109، سوره کافرون: قل، بگو، یا ایها الکافرون، هر چه کافر هست، هر که میتواند که برچسب کافر رو اکتساب کند، که کافر در اینجا معنی بسیار وسیعی داره، تلفظ صحیحش کافر هست ولی دیگه به اون ترتیب عادت کردیم همه ما میگوییم. کافر یعنی کفر ورز، کسی که میتواند که حقایق رو نبیند یا اظهار کند که حقایق رو ندیده، یا چیزی رو که میداند و معلوم اوست به دروغ بگوید که این معلوم من نیست. و دروغ در کفر میتواند که هم حالت الحاد داشته باشد، هم حالت شرک داشته باشد، هم حالت ارتداد داشته باشد، هم بدعت داشته باشد و هم خود کفر به عنوان یک دین ترقی بشود. همه اینها آزاد است، یعنی کافر همه اینها رو میپوشانه، همه اینها رو داراست. قل، یا ایها الکافرون، بگو ای هر چه کافر هست، لا اعبد ما تعبدون، من آن بتان را یا اون معبودهایی را که شما عبادت می کنید، به خدایی می پرستید، نمی پرستم. لا اعبدو، عبادت نمی کنم، ما تعبدون، به معبودی که شما عبادت می کنید. من الان داره حق موحد رو در مقابل مشرک، در مقابل کافر، در مقابل ملحد، در مقابل مرتد، در مقابل همه اینها که اینها دارای حق هستند و میبینیم الان در این سوره که چه حقی دارند اینها، و اسم این گمراهی و اسم این پریشانی، اسم این انحراف رو قرآن چه میگذارد؟ ما که دیگه نمیتوانیم وکیل خدا بشویم، که از خدا هم خداتر بشویم. ما باید تسلیم قرآن باشیم، ما باید عابد اون معبود باشیم، و اینها کلمات اون معبود است که نه تنها باید از اونها اطاعت کرد، باید به اونها عبادت کرد. یا ایها الکافرون، لا اعبدو، عبادت نمی کنیم، ما تعبدون، آنچرا شما عبادت می کنید. عبادت وقتی انسان می کنه، یک عابد باید وجود داشته باشه، یک معبود وجود داشته باشه. عبادت همینطور یک طرفه نمیشه که آدم توی هوا عبادت بکنه. اطاعت هم همینطور یک طرفه نمیشه، میگن اطاعت کردم، از چی اطاعت کردی؟ هیچی، همینطور اطاعت کردم. البته ما از این قولها تو نماز میدیم، ولی برای همین هم هست که این تعهداتی که میکنیم
دست و پاگیر ما میشه. میگوید که عبادت کردم. به کی عبادت کردی؟ اطاعت کردم. از چی اطاعت کردی؟ عبادت کردم. به کی عبادت کردی؟ اطاعت کردم. از چی اطاعت کردی؟ این چی و کی باید تشخیص داده بشه. لا اعبدو، عبادت نمی کنم. به چی عبادت نمی کنی؟ ما تعبدون، به چیزی که تو عبادت می کنی. اگر ما وقتی میگوییم ما عبادت میکنیم یا نمیکنیم، که همیشه هم همینطور حرف میزنیم، به چی؟ به هیچی نمیدانم، همینطوری دارم عبادت میکنم. به چی عبادت میکنی؟ به هوا، به هیچی. اصلا فکر نکردم که من به چی عبادت میکنم. همینطور یه سری لغاتی گفتن، بگو منم میگم، از حفظ میگم، بعدم میرم دنبال کارم. عبادت باید معلوم بشود که به کی عبادت میکنید. تا گفتید اطاعت، باید بگویید از کی و از چی اطاعت میکنید. قرآن این کار کرده. لا اعبدو، من عبادت نمیکنم. به چی عبادت نمیکنی؟ ما تعبدون، به چیزی که تو عبادت میکنی. یعنی معبود من با معبود تو یکی نیست. تو دارای یک معبودی هستی که تو عابد اون معبود هستی و بر این اساس یک دینی ساختی. معبود تو اگر معبود من نیست، معبود من خداست. ما از اینجا قرآن از دریچه کلام یک موحد سخن میگه. ما دو جور معبود بیشتر نداریم. یک معبود خداست، یک معبود شیطانه. بنابراین ما با کافر شیطان پرست در اینجا طرف هستیم. ما معبود سوم نداریم. یا معبود شما خداست یا معبود شما شیطانه. که بت و بقیه رب و نو و همه این چیزها در اون کاتگوری، در اون زمینه قرار میگیرند. میگوید من عبادت نمی کنم. به چی عبادت نمی کنی؟ اگر این جمله تمام نباشد، یعنی من به قرآن عبادت نمی کنم، به خدا عبادت نمی کنم، اصلا من عابد نیستم. مثل لا اله الا الله، بدون لا اله، بدون الا الله خدایی نیست. خب این کفر است، الحاد است، ارتداد است. اما وقتی بقیه رو میگید معلوم میشه. در اینجا هم همینطور، اگر ما لا اعبد وقتی میگیم، ما اطاعت عبادت نمی کنیم، ما نمیدونیم، شاید هم از خدا عبادت نمی کنیم. اما بعد که ادامه میدهد به معبود میرسد که ما از چه معبودی عبادت نمی کنیم. از معبودی که معبود توست، که تو به اون معبود عبادت می کنی و اون معبود معبود من نیست، من به اون معبود عبادت نمی کنم. معبود من خداست. غیر از خدا از دیدگاه من هر چه مورد عبادت قرار بگیرد شیطان یا نماینده شیطان است. آیه دوم، ولا انتم عابدون ما اعبد، و تو هم ولا نمی کنی، انتم تو هم عابدونم، تو هم عبادت نمی کنی. پس باز به همون قاعده ای که عرض شد، باید از عابد به معبود برسیم که تو چه چیزی رو عبادت نمی کنی. همین فقط بگوییم که تو عبادت نمی کنی. ولا انتم عابدونه، و تو هم عبادت نمی کنی. ما عبود، چه چیزی رو؟ چیزی رو که من عبادت می کنم. یعنی که تو عبادت نمی کنی معبود مرا،
یعنی تو خداپرست نیستی، عابدی نیستی که معبود تو خدا باشد، عابد هستی. چرا عابد؟ برای اینکه در آیه قبلی میگوید که لا اعبد ما تعبدون، من عبادت نمی کنم به چیزی که تو عبادت می کنی، پس عبادت کننده هستی. و لا انتم عابدون ما اعبد، نه تنها من معبود تو رو عبادت نمی کنم، تو هم اون چیزی رو که من به عنوان معبود عبادت می کنم عبادت نمی کنی. ببینید راجع به این عبادت چقدر قرآن تشریح می کنه و تصریح می کنه. آیا این دلیل بر اهمیت موضوع عبادت نیست؟ و لا انا عابدون ما عبدتم، نه من هرگز خدایان شما را عبادت می کنم. یعنی باز هم تکرار و تأکید می کنه بر همون فصل اول، و تا آخر این آیه هم همون رو به زبانهای مختلف تأکید می کنه که معبود من با معبود تو تفاوت می کنه، دین تو با دین من بر اساس معبود تو و معبود من تفاوت می کنه. صورتهای مختلفی داره که به یک معبود مشخص میرسی که همون شیطانه، اسمهای مختلفی میگذاری، و در تمام طول این آیات میگوید که من به شیطانی که تو معبود قرار دادی عبادت نمی کنم. ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم، و من هرگز عابد نمی شوم بر چیزی که معبود شماست و شما عبادت می کنید. ولا انتم عابدون ما اعبد، و شما هم عبادت نمی کنید به چیزی که ما به او عبادت می کنیم. چند بار تأکید کرده؟ 4 بار یک جمله رو تأکید کرده و تکرار کرده از زوایای مختلف، از فاعل، از مفعول. پایان کار، اولا که اسم کفر، اسم شرک، اسم شیطان پرستی، اسم الحاد، اسم بدعت، اسم ارتداد، اسم این 5 تا رو، 5 انحراف رو مردم قرآن دین نام می نهد. و ببینیم قرآن در مقابل این 5 عقیده چه تنبیهی برای اینها قائل می شود و چه حقی رو از اینها می گیرد و برای موحد چه حقی قائل می شود در مقابل این گروه. این قانون اساسی قرآن است و این حکم قرآن در مورد دگراندیشان است. حالا برای دوستان که این رو میخوانیم میگویند که این مکی است، اون مدنی است. این شوخی ها رو بذارید کنار. در قرآن به من نشان بدهید که از کجا میفهمید که کدام آیه مدنی است و کدام آیه مکی است. قانون اساسی قرآن در مقابل مشرک، در مقابل ملحد، در مقابل کافر، در مقابل مبدع، در مقابل شیطان پرست، در مقابل دینساز. اولا اون همه اینها رو میگوید اینا دین است. لکم دینکم، دین شما، دین شما، مال شما. نمیگوید روش شما، آیین شما، سنت شما، پیروی شما، دین شما، دین. لکم دینکم، دینتون مال خودتون، بردارید ببرید. اعدام پشتش هست، شلاق پشتش هست، هیچ کدام اینها نیست. این طرف حق اونهاست که دینشون مال خودشون باشه،
این طرف هم ببینیم که حق موحد در مقابل حق مشرک و کافر چیه. حق کافر و مشرک اینی که میگه این اولا دینه، این حرفایی که زدی، این عقایدی که داری، اینا اسمش دینه، ولی مال خودت. تو حق داری که این رو داشته باشی. دینکم اختصاص مالکیت داد بهش، مال تو باشه، مال خودته، سفت نگهش دار، هیچ تنبیهی هم نداری. ولی یه دین، حق مساوی با تو من هم دارم. تو حق داری که دین داشته باشی، تو حق داری که دین داشته باشی، من هم حق دارم که دین داشته باشم. حق من هم از تو بیشتر نیست. همونطور که تو حق داری دین خودت رو حفظ بکنی، من هم حق دارم دین خودم رو حفظ بکنم. و ما دارای حقوق مساوی هستیم. لکم دینکم، دینت مال خودت، ولی اجازه بده دین من هم مال من باشه. و همونطور که قبلا هم به عرض رساندم، ما آبمون به یک جو نمی رود. معبود تو معبود من نمی شود. از همون جا ما با هم تفاوت داریم. تو برو و عبادت کن، معبود خودت رو عبادت کن. شما ببینید در متن این سوره آزادی عمل هست برای هر قدرتی که خودش رو منتسب به قرآن می داند. هر کشوری رو که زیر پرچم قرآن به نظر خودتون تأسیس می کنید، افراد باید در اونجا آزادی عبادت داشته باشن، حتی شیطان پرستان، حتی کفار. و وای بر کسانی که به نام خدا مردم را از ورود به مساجد ممنوع می کنند. در آیه های قبلی در سوره البقره دیدیم که کسانی که برای تخریب مساجد می آیند، کسانی که برای تخریب مساجد می آیند، صحبت مسجد الحرام است، صحبت کعبه است، کسانی که برای تخریب کعبه می آیند، مسجد است اونجا، قبل از اینکه هر چیز دیگری باشد. همه مسجدها خانه خداست، اگر مسجد باشد، اگر سجدگاه باشد. می گوید اگر کفار یا هر گروه دیگری به جز این دو علت و هدف به مسجد الحرام آمدند، به کعبه آمدند، اجازه نداری که اونها رو بیرون کنی یا مانع ورود اونها بشی، مگر در دو حالت: به مسجد بیایند که مسجد رو خراب کنند، حالا یا خراب معنوی یا خراب ساختمانی. دو، به مسجد بیایند که تشکیل یک قوه و قدرت نظامی بدهند و از ورود بقیه جلوگیری کنند. اگر این دو حالت وجود نداشته باشد، هر کس به هر دین و آیینی که باشد، حتی مشرک، به همین خانه کعبه به موجب حکم صریح قرآن اجازه ورود و عبادت مشرکانه دارد، در همین مسجد، مسجد الحرام. اگر برای تخریب نرود و اگر با قوه قهر مانع ورود دیگران نشود، پس این دو کار ممنوع است. اما ما این دو کار رو انجام میدیم. در کشورهایی که مدعی هستند اسلامی هستند، مسجد اهل سنت رو خراب میکنیم. یک. دو، از ورود ایشان به مسجد جلوگیری میکنیم. یعنی درست همون دو کاری رو که قرآن گفته نکنید میکنیم. در اینجا میگوید که به اونها بگو که شما حق دارید که دین داشته باشید و حق دارید که عبادت کنید، و عبادت به معبود و اطاعت از معبود، اگر اطاعت شما از معبود با قانون کشور منافات نداشته باشد. من هم همینطور. من هم یک دینی دارم برای خودم. اشتباهاً فکر میکنم خدا یکیست، شما فکر میکنید خدا چهار تاست. من فکر میکنم خدا خیلی خوب است، شیطان خیلی بد است، نباید شیطان رو و
به عنوان معبود انتخاب کرد. شما نظرتون با من مخالفه، شما فکر میکنین شیطان خیلی خوبه، خدا خیلی بده، خدا خیرتون بده، حق منو از من نگیر، به من اجازه بده که حق انتخاب دین داشته باشم. این حق انتخاب دین است مردم، هر دینی که باشد. میگوید من باید حق داشته باشم که موحد باشم، تو هم باید حق داشته باشی که هر چه میخواهی باشی، هر دینی هم میخواهی اختراع بکن، به من چه مربوط است؟ فردا دین گاو پرستی درست کن، شغال پرستی درست کن، موش پرستی درست کن، هر چه میخواهی درست کن، دهان منو نگیر، منو محدود نکن، راه منو مسدود نکن، با من به مبارزه بر نخیز، حق عبادت رو از من نگیر، بگذار من با معبود خودم خوش باشم، هر چه که هست معبود من هم میگذارم که تو با معبود خود خوش باشی. و این قرآن تضمین حق کافر میکنه، دگر اندیش میکنه، و همینطور تضمین حق موحد، و میگوید دینت رو بردار ببر برای خودت، اجازه بده که من هم دینم رو بردارم ببرم برای خودم. دو تا معبود هست در اینجا که اینها با هم سازش ندارند. بنابراین ضمن این که من با تو عدم سازش دارم، اما جنگ هم ندارم، حق مساوی با تو دارم. در آیه 130 مشغول مطالعه هستیم. و چه کسی است که از آیین ابراهیم روی گرداند به جز مردم سفیه، مردمانی که از سفاهت به جای تعقل برخوردار هستند، خرد نیست در اونها. و ما ابراهیم را برگزیدیم، یعنی ابراهیم به نام مصطفی هست. مصطفی یعنی که کسی که مورد گزینش و مورد انتخاب قرار میگیره. انتخاب کردن ممکنه درش جنبه اراده انتخاب شده باشه، اما اگر که گزینش رو به معنای اون چی که در انگلیسی الکت نمیکنه خدا کسی رو، سلکت میکنه. شما وقتی که یک کسی رو الکت میکنید، الکشن میکنید در واقع، اون میتواند که دارای اراده و دارای اختیار ممکنه بگه من این الکشن یا انتخاب شما رو نمیپذیرم. فرق انتخاب با گزینش در این است که وقتی شما بر میگزینید چیزی رو، اون مورد گزینش قرار گرفته از خودش اراده و اختیاری نداره. گزینش شاید فارسی بعثت باشه و فارسی استفا باشه، که آدم به اون وسیله کسی رو شما بر میگزینید یا انتخاب میکنید، انتخابی که اون شخص حق اظهار نظر نداره، یعنی در او این خیزش و در او این انگیزه و بعثت رو به وجود میآورید که او رو تبدیل به مستخدم میکنید، تبدیل به کارگر میکنید که اون امر شما رو انجام بده، یعنی مأموری که در انجام امر شما فاقد اراده و اختیار مقاومت یا عدم قبول است. و ما ابراهیم رو به اون ترتیب مصطفی نامیدیم، مورد بعثت قرار دادیم. در کجا؟ فی دنیا. و در دنیا ابراهیم مصطفی است، در آخرت میگوید که نام او، هویت او و شناسنامه او تبدیل می شود به صالح. یعنی این تا وقتی که در این دنیا بوده، صالح هم بوده البته،
ولی حکمی که دستش بوده حکم پیامبری بوده، حکم رسالت بوده، نامش رسولی بوده که خدا او رو برانگیخته. ولی از این دنیا که میره سمت رسالت از او گرفته میشه. رو میخوام برای این عرض میکنم که ما وقتی که الان به رسول اکرم به عنوان یک موجود زنده، من که نه ولی بیشتر مسلمانان که به حضرت رسول اکرم به عنوان یک موجود زندهی که هنوز مشخصات انسان خاکی رو داره با او سخن میگویند، با او صحبت میکنند، از او شفاعت میخواهند، بعضی از آیات قرآن رو که نمیفهمند در خواب از ایشان سوال میکنند و کارهای نظیر این، یعنی با خدا به مخالفت برمیخیزند. خدا مرگ و موت رو بر یک انسان حادث کرده و حکم کرده که بمیر. بشنوید این الفاظ رو که تا حدودی هم جنبه تحکم داره و میشه که الفاظ مهربانتری رو به کار برد. عمدن چنین نمی کنم که از خواب غفلت و شرک بیدار بشویم. خدا به یک فردی میگوید بمیر و موجودیت خاکی تو به انتها میرسد و همه خصوصیات انسان خاکی در تو میمیرد با تو. آیا وقتی هنوز ما این کسی رو که خدا او رو گفته بمیر و تبدیل به موت کرده او رو، ما او رو از خاک برمی انگیزیم در ذهنمون و از او یک انسان خاکی با مشخصات یک انسان می سازیم و با او به تعامل مشغول می شویم، آیا این محاربه و جنگ با خدا هست یا نیست؟ در آیه های دیگر خواهیم رسید که خدا می گوید مردگان صدای شما رو نمی شنوند و اگر هم می شنیدند ترتیب اثر نمی دادند. چه کنیم با این آیه های قرآن و چه کنیم با این خرافاتی که جهان رو فرا گرفته و جهان رو پر کرده؟ چقدر زمان لازم است؟ چقدر عمر لازم است؟ چقدر انرژی و توان لازم است که این آب رفته رو به جوی بازگردانیم؟ این نگرش های سراسر اشتباه و خرافه رو که هیچ رنگ تعقل به اونها نیست و هیچ رنگ همخوانی با منطق قرآن در اونها نیست، چقدر انرژی لازم است که این رو برگردانیم؟ چقدر لازم است زحمت کشیده شود تا ما مسلمان قرآنی بشویم، تا ما تسلیم امر خدا بشویم نه تسلیم امر هوا و هوس انسانی خودمون؟ اگر قرار بود که ما از هواهای نفسانی خودمون پیروی کنیم، که اساساً لازم نبود که از زمان حضرت آدم تا خاتم و تا روز قیامت موضوع رسالت مطرح باشد، موضوع هدایت مطرح باشد، موضوع تسلیم، همه پایه‌های دین بر مبنای تسلیم استوار شده. تسلیم یعنی چه؟ یعنی خواست خودت رو بدهی به خدا و خواست خدا رو بگیری برای خودت. تسلیم یعنی تعامل، تسلیم یعنی تحویل دادن، تسلیم یعنی خرید و فروش، یعنی خواست خودت رو به خدا بفروشی و در ازای اون خواست خدا رو از خدا دریافت کنی، یعنی رضایتت رو به خدا بفروشی و رضایت خدا رو بخری و نگاه کنی که رضایت خدا در چیست. الان دیگه رضایت تو در دستت نیست، فروختی به خدا، از خدا رضایت خریدی. حالا نگاه کن که به این رضایت که شرایط ارضاء این رضایت چگونه است، چه باید انجام بدی که ارضاء انجام بشود، موجب رضایت بشوی. خواست خدا را در دست بگیر و به این خواست نگاه کن که من چه باید بکنم در تابعیت این خواست. خواست خدا قرآن خداست. تسلیم یعنی من حاکمیت هوای نفس شخصی رو از خودم دور می کنم
و تسلیم می شوم و تابع می شوم و پیرو می شوم، سنی سنت تو می شوم، شیعه پیرو راه تو می شوم خدایا، و در این مسیر قدم بر می دارم. جز خواست تو و جز تأمین خواست تو و جز ارضاء خواست تو، که خواست تو قانون توست، که قانون تو قرآن توست، به بیان دیگر تسلیم شدن یعنی من حاکمیت قلبی قرآن رو بر خودم میپذیرم، که این کلام توست، که این خواست توست، که این قانون توست. اطاعت از قرآن وسیله ایست برای جلب رضایت خدا، که چطور خدا راضی می شود؟ در اینکه انسان تابع خدا بشود. من تصور می کردم که همانطور که در ساعت اول وعده کرده بودیم، سعی می کردیم که روش جدیدی به کار ببریم و خلاصه تر در مورد آیات قرآن سخن بگوییم، ولی گفت هزار وعده خوبان یکی وفا نکند. ما فقط در این مورد با خوبان اشتراک داریم که بد قول و بد وعده هستیم و خلف وعده می کنیم، ولی اون هم اختیاری نیست. و ما در نگرش به قرآن و در خدمت به قرآن خیلی هم دارای استقلال و اراده مستقل نیستیم و ما هم سعی می کنیم که در جز جز کلماتی که به کار می بریم، در روش تعلیمی که به کار می بریم، در زمانی که اختصاص می دهیم، سعی می کنم با همه امکان و توان که تسلیم خدا باشم و از حدود تسلیم خارج نشوم، و همه سعی من این است که رضای خدا رو در کاری که در پیش دارم و انجام میدم رعایت بکنم. منو خواهید بخشید که گاهی از اوقات نمیتوانم که به تعهدات خودم عمل بکنم و باز هم مطالب به طول می انجامه و من در حضور شما شرمنده میشم. گروه عظیمی از شما بینندگانی که برای فرد فرد شما احترام فوق العاده قائل هستم، از من میخواهید که چون بحث های عرفانی رو در روز به علت مشغله زیاد تعطیل کردیم، گفته اید که لااقل در پایان هر برنامه چند خطی از عرفا برای ما بخوانید که روح ما تازه بشود. من تصور میکنم که روح همه ما با خواندن قرآن تازه میشود، ولی خب مطلب این بزرگان هم چیزی جز قرآن نیست و ترجمه قرآن به روش هنری است و اتکای اونها و توجه همه اونها به قرآن است. این است که به نوع دیگری ما به مفاهیم قرآنی اشاره میکنیم در اتکای به فهم و نظریات بزرگانی که عمری رو در فرا گرفتن و اجرا کردن قرآن در عمل به کار بردند، و این بزرگان سمتی رو که یدک می کشند، مانند همین شمس الدین محمد که حافظ شغل اوست نه اسم او باشد، و یک حافظ هم نبوده، در زمان او هم حافظهای بسیاری بودند و واژه حافظ لااقل در زمان شمس الدین محمد عبارت بوده است از شغل حفظ کردن قرآن، یعنی افرادی که قرآن رو به صورت کامل و معجزه آسا از حفظ داشتند، و علاوه بر اینکه حافظ بودند حفیظ هم بودند اینها، یعنی به دیگران هم روش حفظ کردن کتاب رو می آموختند، و اینها در واقع نگاهبانان و نگهدارندگان متن قرآن هستند در تاریخ، تا زمانی که به صنعت چاپ می رسه و
در واقع حافظین قرآن کم می شوند، ولی هزاران نفر قبل از اینکه صنعت چاپ و کتابت به این شکل مدرن به وجود بیاید در طول تاریخ، این افراد قرآن رو در قلبشون حفظ می کردند و اینها روش مطابقه داشتند، یا روشی که امروز در نوشته استنساخ میگیم به او، ولی در اون زمان مطابقه میگفتند. مطابقه به معنای مطابقه کردن و برابر کردن ذهنیاتشون اون چی که از قرآن حفظ کرده بودند. استنساخ یعنی نسخه های قرآنی رو با هم دیگه برابر کردن و ببینن که یکسان هستند، که این کار در زمان عثمان انجام میشود. به هر حال استنساخ قرآن که از نتیجه اون تمام نوشته هایی که به نام قرآن بوده با هم برابر می شود و بدون اینکه هیچ نوع اشکالی به وجود بیاید، همه این نسخ با هم تطبیق می شوند و این قرآن نوشته به وجود می آید. ولی هنوز هم بعد از آن، برای اینکه خلل در کار این کتاب وارد نشود، این کتاب را افراد حفظ می کردن. منظور اینکه حافظ اسم فامیل یا کنیه یا اسمی نیست برای محمد شمس الدین، شغل اوست و صدها حافظ وجود داشته، یکیش هم این شخص بوده. بنابراین کسی که تمام وجودش با قرآن حفظ شده و جز قرآن کتاب دیگری رو در حفظیات خودش نداره، بنابراین هرچه از ذهنیت او خارج میشه متکی به حفاظتی است که محفظه است که در ذهن او هست و محفوظاتی است که به او اشاره میکنه. ما درس سحر، ما درس سحر بر سر میخانه نهادیم، محصول دعا در ره جانانه نهادیم. در خرمن صد زاهد عاقل زند آتش این داغ که ما بر دل دیوانه نهادیم. سلطان ازل گنج غم عشق به ما داد، تا روی در این منزل ویران نهادیم. در دل ندهم ره پس از این مهر بتان را، در دل ندهم ره پس از این مهر بتان را، مهر لب او بر در این خانه نهادیم. در خرقه از این بیش منافق نتوان بود، در خرقه از این بیش منافق نتوان بود، بنیاد از این شیوه رندانه نهادیم. چون می رود این کشتی سرگشته، چون می رود این کشتی سرگشته، که آخر جان در سر آن گوهر یکدانه نهادیم. جان در سر آن گوهر یکدانه نهادیم. المنت لله که شما بی دل و دین بود، آن را که لقب عاقل و فرزانه نهادیم. قانع به خیالی ز تو بودیم چو حافظ، یارب چه گدا همت و بیگانه نهادیم. یارب چه گدا همت و بیگانه نهادیم. پروردگارا زیبت که ز درگاهت نومید نگردد باز، آن کسی که به امیدی بر خاک درت افتد. ایام خوش و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.